درود و خوش آمدید به برنامه امروز ایران و جهان. من فریبا شیرازی هستم. در برنامه امروز نگاهی داریم به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی، اظهارات حسن روحانی درباره کاهش تنش در فضای سیاسی کشور و بازگشت سفیر قطر به تهران و تاثیراتش بر مناسبات ایران و کشورهای منطقه. این موضوعات رو بررسی میکنیم با علی اصغر رمضان‌پور، روزنامه نگار، که امروز در استودیو با من و شما هستند. شما هم با ما همراه شوید. درود بر شما آقای رمضان‌پور. هفته گذشته ما گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو داشتیم که بار دیگر تایید کرد که ایران به تعهدات خودش در برجام پایبند بوده. خب آمریکا هم پیش از این دو دفعه تعهد ایران رو بر برجام تایید کرد، اما با توجه به اظهار نظرهایی که آقای ترامپ تاکنون در مورد برجام داشته و تلاشهایی که در کاخ سفید داره انجام میشه برای تاثیرگذاری بر برجام و اینکه یک دلیل و یک بهانه بیارن که ایران به تعهداتش وفادار نبوده و پایبند نبوده، قرار هست که آمریکا ماه اکتبر گزارش دیگه‌ای در این مورد بده. به نظر شما آیا گزارش تازه آمریکا میتونه رویکرد دیگه‌ای داشته باشه و اگر اینجوری باشه کشورهای دیگه اهم از اتحادیه اروپا و گروه پنج به علاوه که ما بقیه کشورها میتونن تاثیر بذارن بر تصمیمی که آمریکا میگیره؟ خبرگزاری رویترز روز جمعه یه تحلیلی داشت که در واقع برمیگشت به همین ارزیابی از وضعیت عملکرد ایران در برجام. در گزارش آژانس هم هست. اون چیزی که ما میبینیم از نظر آمار ارقامی که در اون گزارش اشاره شده، خب قبلا هم گفته بودن که ایران به برجام عمل کرده، ولی الان وقتی آمار ارقام رو نگاه میکنیم میبینیم حتی به مراتب میزان تولید ایران در زمینه های مثلا زمینه فرض کن آب سنگین یا موارد دیگه به مراتب کمتر از اون میزانیه که حتی در برجام بهش اجازه داده میشه. یعنی از گزارش چنین برمیاد که ایران به طور کلی فعالیت های خودش رو در این زمینه ها کم کرده، که معقول هم به نظر میاد، برای اینکه وقتی که دیگه در اولویت سیاست گذاری ایران نیست، چرا باید این مسئله رو در واقع بخواد دوباره تحریک بکنه آمریکا یا آژانس رو؟ و کاملا روشنه که ایران اون جهت اصلی فعالیتاش رو به جای اینکه در زمینه فعالیت‌های اتمی انجام بده برده روی مسئله موشکی. بنابراین این گزارش آژانس تایید میکنه این تغییر جهت رو در ایران. نکته بعدی اینه که در آژانس در واقع اشاره میکنه به هزینه‌ای که نظارت، هزینه در واقع بین 2 تا 4 میلیون یورویی که آژانس باید تقبل بکنه برای این نظارت. بنابراین آژانس در واقع داره میگه که این هزینه این نظارت رو اگه امریکا میخواد که این نظارت بیشتر بشه، باید هزینه این رو بپردازه، که با توجه به اینکه به طور کلی ترامپ هزینه های این شکلی رو در همون تصمیمات اولی که اومد در کاخ سفید گرفت کم کرده، الان دوباره باید یک بازنگری در موردش صورت بگیره. امریکا خودش مستقیما نمیتونه گزارشی در مورد فعالیت ها در ایران بده و فقط این کار رو از طریق آژانس میتونه بکنه. بنابراین بعید به نظر میاد که اون گزارشی که آژانس یعنی امریکا در ماه اکتبر هم بده تغییر در این شرایط ایجاد بکنه، با توجه به اینکه اروپایی‌ها دوباره تایید کردن که ایران پایبند بوده به برجام. اما صحبتی که خانم نیکی هلی هفته گذشته کرد در مورد این موضوع که یک مقام حزب الله گفته ایران تامین کننده اصلی امور نظامی و اسلحه و این حرفا هست به حزب الله، همین مسئله نشان از این هستش که ایران بر خلاف روح برجام عمل کرده. آیا این اظهار نظرها این گمانه رو تقویت نمی‌کنه که آمریکا قرار هست که در گزارش بعدی خودش یک رویکرد متفاوتی دنبال کنه؟ گزارش آژانس در مورد برجام شامل این موارد نمیشه.
ضمن اینکه ایران تامین میکنه سلاح برای حزب الله یا حتی پولش رو تامین میکنه، این هم چیز تازه‌ای نیست. یعنی نه در مذاکرات برجام به این مسئله اشاره شده و نه از نظر سیاسی حتی در اون قطعنامه شورای امنیت بهش اشاره شده. بنابراین این که این رو مثلا ناقض روح برجام بدون امریکا خیلی تغییری در این معادله نمیده و همین حرف خانم نیکیلی نشون میده که از اون مسیری که هفته قبل از اون مطرح میکرد، یعنی اینکه باید واحدهای نظامی ایران بازرسی بشن، الان باز این حرف رو تغییر داده، رفته به مسئله فرستادن سلاح به حزب الله. بنابراین به نظر میاد که خیلی خانم نیکیلی هم حرفی نداره برای زدن و بیشتر فقط میخواد انگشت نشانه رو به سمت ایران بردن رو حفظ بکنه. اما هفته گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم یک گزارشی که گزارش شش ماهه دوم بود در مورد برجام اون رو به مجلس ارائه داد. در این گزارش اومده بود که ایران به تعهدات خودش در برجام کاملا عمل کرده، اما آمریکا همچنان بر بدعهدی‌های خودشون پافشاری میکنن و هنوز بعضی از تحریم‌ها پابرجا هست، هنوز معاملات بانکی به طور کامل برقرار نشده میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های خارجی. این گزارش رو چگونه دیدین؟ و این باز در این گزارش اومده بود که حسن روحانی اقدام شایسته و به موقعی در ارتباط با این بدعهدی آمریکا انجام نداده. البته این دوتا رو از هم دیگه باید جدا کرد. یعنی همون چیزی که ایران در مورد برجام، یعنی در مورد اینکه امریکا نقض کرده میگه، به همون اندازه بی‌اعتباره که حرفای ترامپ یا خانم هیلی. بنابراین این حرفا رو نباید جدی گرفت. دلیل اینکه آژانس هم وارد این در واقع منازعه نمیشه که کامل اینی که کاملا روشنه که این بخشی از تبلیغات در واقع حرفای تبلیغاتی ایران و امریکا علیه همدیگه است. و در واقع اون فشاری هم که در مجلس بعضی ها سعی میکنن که به دولت بیارن، در واقع بیشتر یک فشار سیاسی داخلی هست برای اینکه آقای روحانی رو وادار بکنن که حرفای تندتر بزنه. وگرنه اگر در واقعیت نگاه بکنیم از نگاه کارشناسان، نه ایران نقض کرده برجام رو نه امریکا، هیچ کدوم از اینها در واقع برجام رو نقض نکردن، به همین دلیل برجام ادامه داره همچنان. بسیار عالی. بپردازیم به صحبت‌هایی که آقای روحانی هفته گذشته در مصاحبه‌شون با صدا و سیما داشتن. یک محورهایی داشت صحبت‌های ایشون، اول که گفتن که خب فضا نسبت به قبل، نسبت به یک ماه گذشته خیلی آروم شده، در یک فضای به اصطلاح سالم‌تر و نوک به هر حال انتقادات تیز نیست به صورت قبل و اینکه رسانه‌ها مثل قبل تند و تیز انتقاد نمی‌کنند. از این فضای حاضر، از این فضای فعلی ابراز رضایت به نوعی میکردن. آیا در مورد آقای روحانی که قبل از انتخابات به هر حال مجادله های لفظی زیادی داشتن با سپاه پاسداران، با آقای خامنه ای، حتی در دوران مبارزات انتخاباتیشون و حتی یکم بعد از اون، خب این مسئله فروکش کرد زمانی که برادر آقای روحانی حسین فریدون دستگیر شد و این فروکش کردن به مراتب بیشتر شد، حتی آقای روحانی با فرماندهان سپاه دیدار کرد. به نظر شما این صحبت آقای روحانی آیا میتونیم بگیم که نشانه ای از گردش به راست آقای روحانی هست؟ من فکر میکنم بیش از اینکه نشانه گردش به راست باشه، نشانه این است که آقای روحانی میخواد در واقع اون مصالحه‌ای رو که با آقای خامنه‌ای کرده الان خرج کنه. یعنی اگر ما این واقعیت رو میدونیم، حملات مثلا کیهان و بقیه روزنامه‌های اصولگرا و تند رو با آقای روحانی وقتی شدید میشه که لحن آقای خامنه‌ای تند میشه. به طور طبیعی وقتی در به اصطلاح دو ماه اخیر ما میبینیم لحن آقای خامنه‌ای یه ذره نرمتر شده نسبت به آقای روحانی، که ما اینو باید نتیجه مصالحه این دو در مورد کابینه بدونیم و در مورد مسئله در واقع ارتش و سپاه و مانند اون بدونیم، به طور طبیعی لحن روزنامه های در واقع نزدیک به آقای خامنه‌ای هم نرمتر شده. الان آقای روحانی داره این از نظر سیاسی خرج میکنه. برای چی؟ برای اینکه بتونه بخشی از حملاتی رو که همچنان ادامه داره نادیده بگیره. برای اینکه آقای روحانی نادیده میگیره که همون چند روز قبل از همین این صحبتش آقای لاریجانی، صادق لاریجانی، صراحتاً علیه آقای روحانی حرف زد. همین صحبت های آقای نماز جمعه قبلی باز لحن انتقادی نسبت به اون هست. بنابراین آقای روحانی در واقع به نظر من
داره خیلی با پیچیدگی سیاسی سعی میکنه که حملاتی رو که داره بهش صورت میگیره کم اهمیت نشون بده و مانور بده روی نوعی هماهنگی با آقای خامنه‌ای که میدونه که از این میتونه در سیاست داخلی ایران استفاده بکنه. البته آقای روحانی صحبتاشون محورهای دیگه هم داشتن که یکی اشاره کرده بودن به این مسئله که زنان و اقلیت‌ها، که البته این بعد از اون مصاحبه صدا و سیما بود اظهار نظری داشتن، زنان و اقلیت‌های مذهبی به خصوص اشاره کرده بودن در مورد اقلیت‌های مذهبی که اگر که در مورد حقوق حق مساوی ندارن، در مورد تکالیف مثل سربازی رفتن یا مثل مالیات دادن هم نباید تکالیفی بر عهده داشته باشن. تاکید مجدد آقای روحانی بر زنان و اقلیت ها در حالی که خودشون از این دو قشر استفاده نکردن در کابینه شون چه تفسیری داره؟ خب آقای روحانی در صحبت هایی که کرد تلاش نکرد که استفاده نکردن خودش از زنان رو در مجلس بندازه گردن هیچ جناحی، در حالی که در گردن مثلا آقای خامنه ای یا مراجع، در حالی که ما میدونیم این امر مؤثر بوده و خودش هم وقتی که میگه نشد در مجلس اشاره میکنیم و میدونیم اشارهش به این فشارهایی که نمیخواد بهش اشاره بکنه، ولی آقای روحانی در حرفاش به این اشاره نمیکنه. دلیلش هم روشنه، برای اینکه دوباره تحریک نکنه مخالفان استفاده از زنان رو. فقط تنها کاری که آقای روحانی داره میکنه اینه که در اثر افزایش فشارها و انتقادها بهش داره قول میده که در سطوح پایینتر از وزیر این تغییر رو انجام بده. همین در واقع دیروز هم باز یه صحبتی کرد و گفت که نمیشه که همه مدیران بالای کشور از یک مذهب باشن، که خب باز این یک اشاره بود به اینکه میشه در واقع اینجوری دید ماجرا رو، که اون داره قول میده که در سطح مدیران میانی این تغییر رو ایجاد بکنه، که باید ببینیم آیا واقعا خواهد تونست یا نه. این فقط یک اراده است یا آقای روحانی در عمل هم میتونه این کار رو بکنه؟ در عمل که میتونه، روشنه که میتونه آقای روحانی این کار رو بکنه، برای اینکه در نهایت اون مقامی که راجع به تعیین صلاحیت ها برای پست ها تصمیم میگیره وزارت اطلاعاتی که زیر نظر خود آقای روحانیه. بنابراین اگر واقعا آقای روحانی ارادش این باشه که در سطح معاونین وزیر، در سطح مدیران کل، رؤسای سازمان های وابسته، ادارات کل استان ها بخواد از مذاهب دیگر، از زنان یا از جوانان استفاده بکنه، هیچ مانعی تقریبا میتونیم بگیم بر سر راه اون نیست، به جز یه سری موانعی که خب به لحاظ اجرایی همه جا هست. اینکه شما کسی رو بخواید پیدا بکنید یا به هر حال یه سری مخالف همیشه هستن، اینا به طور طبیعی وجود داره، ولی اینا مشکلات غیر قابل حل نیست که آقای روحانی نتونه حل بکنه. به هر حال اهل تسنن به خصوص در سیستان و بلوچستان و کردستان که بالاترین میزان رأی رو دادن با آقای روحانی بعد از اینکه این اتفاق نیفتاد بسیار سرخورده شد. فقط مسئله اهل تسنن نیستن، ما در مورد زرتشتیان هم همین مسئله رو داریم، در مورد مسیحیان داریم، در مورد یهودیان. هیچ دلیل نداره که از نظر قانونی شما در سطح مدیرانتون اینها رو نداشته باشید. بسیار عالی. اجازه بدیم بپردازیم به یک موضوع دیگه. هفته گذشته بازگشت سفیر قطر رو داشتیم به تهران که بعد از رایزنی هایی که آقای ظریف با همتای قطری خودش داشت این کار انجام شد، اما اظهار نظری که مقامات اماراتی کردن خیلی قابل توجه بود. ایشون وزیر خارجه امارات گفتش که ما از ایران و ترکیه میخوایم که به عملکرد استعماریشون توی سوریه پایان بدن. این رو چگونه دیدین؟ خب به هر حال امارات اصلا خوشحال نیست، برای اینکه اولین در واقع همسایه که بیش از همه بعد از اون بحران قطر فشارها رو به قطر وارد کرد امارات بود، و خب اصلا از پیشرفت روابط بین ایران و قطر راضی نیست و همینطور ترکیه، و این واکنش نشون میده. ولی اون طرف دیگه قضیه هم باید دید، و اون اینه که امارات و عربستان سعودی خیلی موفق نشدن حمایت جهانی رو در فشارهای خودشون علیه قطر در واقع پیش ببرن، کمان که حتی کویت هم الان درست بعد از سفر لاورو وزیر امور خارجه روسیه به کویت، در واقع رفت وزیر خارجش به امریکا که اونجا گفتگو بکنه. همه اینها نشون میده که اون ائتلاف فشار بر قطر هم خیلی موفق نبودن. یک نشانه روشنش اینه که قطر سفیرش رو فرستاده به تهران. ولی یک جهت دیگر هم که نباید فراموش بکنیم اینه که ما شاهد بهبود روابط بین ایران
و عربستان هم تا حدی هستیم برگزاری حج. اتفاقا دقیقاً من می‌خواستم همین رو بپرسم، آیا ارتباطی بین بازگشت سفیر قطر و کاهش تنش میان ایران و عربستان می‌شدی؟ خب برای اینکه سیاست عربستان و ایران در برابر همدیگه همیشه یه سیاست دوگانه است، در عین اینکه با همدیگه رقابت می‌کنن در این حال یه جایی هم نمیخوان این رقابت انقدر شدید بشه که طرف دیگر رو متمایل بکنه به سمت دشمنان دیگه مشترکی که دارن. یعنی خیلی ایران مایل نیست عربستان رو بیش از حد در واقع به عنوان رقیب خودش باش درگیر بشه، برای اینکه به هر حال میدونه که در یک مناطقی از جهان و منطقه عربستان نفوذ داره و مایل نیست این رو تشدید بکنه. از طرف دیگه عربستان هم تا یک جایی میخواد ایران رو در واقع باش مقابله بکنه. این دوتا رو وقتی کنار هم میذاریم باید بگیم الان رسیدیم به دوره‌ای که هم ایران هم عربستان احساس کردن که این میزان تنش بین اون دوتا بیش از حد دیگه زیاد شده و باید یه جوری در واقع از شدت این تنش کم بکنه. اتفاقی که هفته گذشته در همسایگی ایران افتاد بحث پیوستن کرکوک بود به موضوع همه‌پرسی استقلال اقلیم کردستان. این پیوستن به نظر شما خب ابعاد تازه‌ای به این همه‌پرسی داده و واکنش‌های زیادی هم به دنبال داشته. به نظر شما وضعیت همه‌پرسی رو به چه سمت و سو می‌بره؟ من فکر می‌کنم که به هر حال کردها به خصوص بارزانی و در واقع بارزانی‌ها و اون گروهی که حاکمن در حال حاضر در کردستان عراق مایل هستند که به نوعی این همه پرسی رو برگزار بکنن، برای اینکه به نوعی دوباره اون روحیه قومی و یا حالا ملی اگر از دید خاک فقط عراق نگاه بکنیم و اقلیم کردستان کردها رو تحریک بکنن. بنابراین بعیده که از مسئله در واقع رفراندوم عقب نشینی بکنن، ولی همزمان دارن قولایی میدن بعد از اون سفر در واقع وزیر دفاع امریکا به منطقه و همینطور نزدیک شدن ایران و ترکیه به هم دیگه علیه در واقع این رفراندوم که نتیجه این رو در واقع مؤثر ندونن در هم روابط داخلی با عراق هم روابطشون با کشورهای دیگه، بنابراین دارن تقلیل میدن مسئله رو به سمت یک همه پرسی بیشتر نمادین تا اینکه تأثیر سیاسی جدی داشته باشه. واکنش ایران بسیار نسبت به این موضوع تون بود. آقای بهرام قاسمی این مسئله رو تحریک‌آمیز خوند و خیلی واکنش تندی نسبت بهش داشت. به نظر شما آیا ایران و ترکیه قادر خواهند بود که یک همه پرسی کنترل شده و بدون نتیجه به هر حال تأثیرگذار رو شرایطی براش فراهم کنند که انجام بشه که به نحوی هم مطالبه کردهای اقلیم برآورده بشه و هم منجر به خطری برای کردهای ایران و ترکیه نداشته باشه؟ بله این اتفاق میفته، نه فقط به خاطر اینکه ایران و ترکیه اونو میخوان، به خاطر اینکه دولت عراق هم مایل نیست، به خاطر اینکه دولت امریکا هم مایل نیست، به خاطر اینکه در درون خود کردها هم برخلاف اون تصور اولیه که فکر میکردن همه از این رفراندوم حمایت میکنن گروهی پیدا شدن که مخالفت کردن. بنابراین از الان میشه گفت که از نظر سیاسی این رفراندوم خیلی تاثیر عملی چندانی نخواهد. با توجه به اینکه استان کرکوک یکی از استانهای نفتخیز عراق هست، به نظر شما اگر این اتفاق بیفته تاثیرش بر دولت مرکزی عراق چگونه خواهد بود؟ دولت مرکزی عراق همین تضمین ها را در واقع تا همین الان هم گرفته که این تأثیری نذاره بر مسئله، و با توجه به اینکه دولت مرکزی عراق در این زمینه هم از پشتیبانی امریکا برخوردار هم از پشتیبانی ایران، بعید هست که کردها برن به این سمت که در واقع اون دامنه خاصه خودشون رو توسعه بدن به مناطق دیگری از عراق. اجازه بدین بریم سراغ موضوع بعدی. هفته گذشته صحبت‌های آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات رو داشتیم که در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس مطرح کردند که نگران شبکه‌های پیام‌رسان هستند و در واقع نمایندگان فراکسیون ولایی خواستار شده بودند که چون این شبکه‌ها از خارج کنترل میشه ما باید شبکه‌های پیام‌رسان بومی داشته باشیم و آقای جهرومی هم همچین وعده‌ای رو داده بوده. به نظر شما این وعده چقدر عملی میشه؟ البته اون چیزی که ما به عنوان وعده آقای جهرومی داریم از خود او مستقیما گفته نشده، بلکه نمایندگان فراکسیون ولایی گفتند که ایشون چنین قولی داده. بنابراین ما هنوز به دقت نمیدونیم که این وزیر چه قولی داده، ولی با توجه به جهتگیریایی که آقای جهرومی داشته در قبل و با توجه به اینکه میدونیم
امیدوار کرده در واقع اصولگراها رو و فراکسیون ولایی رو به این که به هر حال میره به سمت اجرای مصوبه های اون کمیته تعیین مصادیق مجرمانه که عملا در کنترل قوه قضاییه است، میشه انتظار داشت که فشارها به تلگرام و در واقع بقیه شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا بکنه. همین که خود آقای جرمی میاد میگه که من از هیچ فیلتر شکنی استفاده نمی کنم، معناش اینه که میخواد یک موج تازه مقابله با مثلا فیلتر شکنهایی رو در ایران ایجاد بکنه که به ایرانی ها امکان دسترسی رو میده. بنابراین در کل میشه انتظار داشت که با اومدن این وزیر جدید فشارها بر شبکه تلگرام و بقیه در واقع شبکه‌های اجتماعی افزایش پیدا کنه. اتفاقا همین هفته گذشته داشتیم که 6 مدیران شبکه کانال‌های تلگرامی هم که وابسته به دولت و جریان اصلاح طلب بودن، اینها در مجموع به 23 سال زندان محکوم شدن. آقای جهرومی گفته که من تلاش می‌کنم که همونطور که شما گفتین از فیلتر شکن استفاده کنیم، فضای بازتری رو در فضای رسانه‌ای ایجاد کنیم. به نظر شما چقدر این مسئله امکان پذیر هست با توجه به اطلاعاتی ایشون، و اگر که فضا به سمت بسته تر شدن در شبکه‌های اجتماعی و مخصوصا شبکه تلگرام پیش بره، به نظر شما گام بعدی برای کاربران چی میتونه باشه؟ خب آخه در این موارد مسئله بیش از این که کاربران باشن، مسئله خود اون گروه‌های تلگرامی هستن که دسترسی به اطلاعات خاص در ایران دارن. اینکه گروه‌های نزدیک به دولت و وزارت اطلاعات متهم میشن، دلیلش اینه که اونها اطلاعاتی رو منتشر کرده بودن که این اطلاعات مربوط به قوه قضاییه و اطلاعات سپاه و بخش جناح‌های از اصولگراها هست و اونها از این قضیه ناخشنود بودن، نمیخواستن در زمان انتخابات این اطلاعات داده بشه که ممکنه در زمان انتخابات علیه اونها استفاده میشه. همین اخیراً دوباره مثلا یک دستگیری دیگه، پسر آقای زم رو بازداشت کردن که خب این برمیگرده به این که فکر میکنن که مثلا برخی از اطلاعاتی که در سایت های خارج از کشور منتشر میشه از درون ایران میاد. بنابراین من فکر میکنم مجموعه اینها بیشتر برمیگرده به این که میخوان کنترل بیشتری بکنن. الان که روزنامه ها رو در واقع کنترل کردن که راجبی چی ننویسن، میخوان این فشار رو به گروه های تلگرامی و به سایت ها چه در داخل کشور چه خارج کشور هم وارد بکنن از طریق فشارهای مستقیم و غیر مستقیم که هیچ گونه اطلاعاتی درس پیدا نکنه. بنابراین من فکر میکنم که بیشتر هدف اینه که جلو انتشار اطلاعات در مورد تحولات سیاسی رو که در درون حاکمیت داره اتفاق میفته بگیرن. خیلی کوتاه اگه به یک موضوع دیگه هم بتونیم بپردازیم، یک دقیقه و نیم بیشتر فرصت نداریم. پیام آقای خامنه ای درباره حج بود که هفته گذشته ایشون یک پیامی دادن و خواستار توقف خشونت ها شدن و گفتن که دنیای اسلام دچار ناامنی هستش. آیا این رو میتونیم نشانه ای از به هر حال رویکرد جدید ایران برای عدم دخالت در کشورهای منطقه و توقف خشونت ها مثلا در یمن و عراق و لبنان و سوریه بدونیم؟ چیزی رو که ما تا زمان عید قربان در شاهد بودیم در عربستان این بود که ایران به اون تعهدی که به عربستان داده در مورد اینکه اون مراسم خاص در واقع شیعیان رو که برگزار میکنن در فضای سربسته و یا در هتل باشه بهش پایبند بوده. فیلم های در واقع اونجا رو که ما نگاه میکنیم در عرفات یا در به اصطلاح مکه میبینیم تمام مراسم ایرانی داره در فضای سربستی صورت میگیره برخلاف سالهای قبل. یعنی اینکه نشون میده که ایران تا حالا به اون در واقع توافقات امنیتی که با عربستان کرده پایبند بوده و به همین دلیل هم تا حالا مشکلی پیش نیومده. بنابراین این لحن آقای در واقع خامنه‌ای رو میشه بخشی هم در این جریان دونست که میخواد از موقعیت ضعیف شده آقای ترامپ استفاده بکنه برای اینکه در واقع فشار خودش رو، یعنی فشار عربستان رو بر ایران تا میزان زیادی کمتر بکنه. بسیار سپاسگزارم از شما. از شما بینندگان گرامی هم ممنونم که ما رو تا پایان برنامه همراهی کردید. با شبکه تلگرام و فیسبوک این برنامه در ارتباط باشید و نظرات و پیشنهادات خود رو با ما در میان بگذارید. تا هفته آینده و برنامه دیگر از طرف خودم و آقای رمضان پور با شما خداحافظی میکنم. شب و روز شما خوش. ممنون.